سوالی که خیلی ها این هستش که آیا در این جنگ پای ایران وسط کشیده خواهد شد یا نه من شاید اون خوشبینی که دارم اون نوری که در انتهای تونل تاریک میبینم من معتقدم که کشیده نخواهد شد وسط به این دلیل که نه ایران میخواهد خیلی جدی درگیر بشه و نه آمریکا میخواهد که خیلی درگیر بشه چون میدونیم که اگر اسرائیل با ایران درگیر بشه پای آمریکا میاد وسط دیگه دیگه اینی که این, این دیگه اثر من شمسه یعنی اینجوری نیست که آمریکایی‌ها بگن که آتش پس بکنید خیشتنداری بکنید اینا نه نه اگر بین ما و اسرائیل درگیری به وجود بیاد قطعا آمریکایی‌ها به نفع اسرائیل وارد معرکه خواهند این سفر آقای بایدن به اسرائیل رو ازش برداشت نکن. نه من نمیگم برداشت بکنیم یا نکنیم. اون رفیع مقدار زیادی که به افکار عمومی عربا جواب بده که مصادف شد با زدن اون مریض خونه و برنامه همه به هم ریخت و اینا ولی ببینید ولی ببینید مسئله ما و ما و اینکه ما درگیر خواهیم شد یا نه من معتقدم که ما نمیخواهیم درگیر بشویم درست شعار میدیم درسته که خیلی دلمون میخوادش که الان که هیچ کس به یاری حماس بلند نشده ما تو ما ما تو جهان اسلام ما تو دنیا به نفع حماس بلند شیم تو افکار عمومی کشورهای عربی بالاخره جوانان و مسلمان نمیدونم اینها اما هزینه سنگینی خواهد داشت برامون اگر این کار رو بکنیم فرض بگیریم که ما با اسرائیل درگیر شدیم و آمریکا هم از, از اسرائیل حمایت کرد اون چیزی که تندروها و انقلابیون تو جمهوری اسلامی مثلا رو میدن اینها خب چی میشه ما یه سری موشک های هدایت شونده داریم موشک بالستیک داریم نمیدونم اینا میزنیم پرت میکنیم به سمت اسرائیل شلیک میکنیم به سمت اسرائیل گنبد آهنین 80 درصد 90 درصد اینا رو خنسا میکنه در 15 درصدشون ولی نفوذ میکنن میرن تو گنبد آهنین تلاوی میزنن برشور میزنن اینجا رو میزنن اونجا رو میزنن اینها فرض بگیریم که چند هزار تا اسرائیلی هم کشته بشن فرض بگیریم که چند صد تا آمریکایی کشته بشن تو پایگاه عین اسد و تو این پایگاه تو اون پایگاه و اینا دیگه بیشتر که چیز نمیشه دیگه عربستان اینا رو هم چند تا موشک بهشون پرتاب بکنیم و اونا رو هم بزنیم دیگه فکر نمی کنم بیشتر از این بشه دیگه بعد نوبت آمریکایی هاست بعد نوبت اسرائیلی هست. ما چند ست تا چند هزار تا تلفات وارد کردیم با چند تا موشک زدیم یه سری جهار هم خراب کردیم بعد نوبت آمریکایی هاست و اسرائیلیا. من معتقدم یه تیر چراغ بر تو ایران سالم نمیشه یک تیر چراغ برق دیگه تو ایران سالم نخواهند گذاشت. یه سرباز آمریکایی هم وارد ایران نمیشه اصلا هم چیز نمیکنن که رژیم رو میخوایم سرنگون بکنیم نظام رو میخوایم سرنگون بکنیم اصلا و عبدا اما یه تیر چراغ وقت تو ایران سالم نمونده و این جمهوری اسلامی میدونه میدونه که اگه سر شاخ بشیم یه همچین آینده ای در انتظارمون هستش و روسا تو اوکراین هشتشون گره نوعشون روسا چیکار میخوام بکنن روسا خیلی هم بعدشون نمیاد یه تیر وقتی ایران سالم نمونه برای اینکه هرچی ما بدبختتر و ناتوانتر و ضعیفتر باشیم به نفع روساست به نفع چینیاست چون بیشتر به اونا متکی میشیم بیشتر به اونا وابسته میشیم بنابراین اینجوری نیستش که روسا پوتین بیاد یقه چاک بکنه بگه آی به سمت ایران چیز کردید اصلا و عبدا. میگم ایران هرچی بدبختر باشه محرومتر باشه ضعیفتر باشه هم به نفع چینی هم به نفع روسا که بیشتر اینجا نفوس پیدا بکنن و نمیدونم جنس بفروشن به ما و کالا بفروشن به ما نفت ما رو ارزونتر بخرن و و قسل حاضر. بنابراین اینجوری بگیم تو سیاست هیچ وقت قرص و محکم آدم نمیتونه داوری بکنه بگه نه قطعا ولی من خیلی بعید به نظرم میرسه که بین ما و اسرائیلیا درگیری به وجود بیاد ممکنه بعدها که یه مقداری آب از آسیاب ریخته شد و یه خود آرامش و فروکش اینها به وجود آمد ممکنه که اسرائیلیا به تلافی حمایت هایی که ما از حماس کردیم و حالا نقشی که توی برنامه های حماس داشتیم یا جهاد اسلامی داشتیم یا نداشتیم ممکنه که اسرائیلیا مثلا فردو و نمیدونم نتنز و اینجاها رو مثلا ممکنه بزنن ممکنه اینا این دیگه حد اکثرشه ولی نه ما هیچ درگیری بین ما و اسرائیلیا به وجود نخواهد آمد